در واقع گسترش گرونی نان یک سیاستی بود که رژیم اون رو شروع کرد و ابتدا در چند استان و بعد هم گسترشش داد به همه استان ها. برای این کارش شروع کرد با سیاست نمد مال جلو اومدن، یعنی اول در چند استان بین 40 تا 60% قیمت نون رو اضافه کرد و بعد همین رو بس داد به همه استان ها. البته ترفندهای مختلفی رو هم به کار برد، مثلا ابعاد نون رو کوچیک‌تر کرد ولی قیمت نون رو همون نگه داشت که قبلش بود، یا اومد آرد دولتی رو گرون کرد که این باز تأثیر داره روی قیمت نون، یا اومد توزیع آرد دولتی رو کم کرد که به تبعش هم نونواها برای پخت نون باید از آرد آزاد استفاده می‌کردن که قیمتش بیشتر هست و این هم دوباره مجدد ریخت توی این که قیمت نون افزایش پیدا کرد. و این برای جامعه ما که خیلی از مردم غذاشون رو فقط نون تشکیل میده یک فاجعه است، طوری که حتی وزیر کار خود رژیم هم اعلام کرد که 30% از مردم الان زیر خط فقر هستن. البته این آماری هست که اینا خودشون الان اعلام کردن و قطعاً که آمار از این خیلی بیشتره، ولی حتی اگه بخوایم ما همین آمار رو هم اصل بگیریم، 30% زیر خط فقر یعنی که این افراد فقط درآمدشون کفاف تهیه نون رو میده که همین رو هم رژیم اومد گرون کرد. شاید در وهله اول آدم فکر کنه که اصلا قدرت خرید ریال مگه چقدره که رژیم اومده با گرون کردن نون میخواد جیب خودش رو پر بکنه، ولی اگه بخوایم سرانگشتی هم حساب بکنیم، الان نون ساده سنگک از 3000 تومان شده 5000 تومان و اگه هر ایرانی توی 24 ساعت فقط یک عدد نون سنگک بخواد استفاده کنه، یعنی باید روزی 2000 تومان بیشتر هزینه بکنه و با جمعیت 85 میلیونی ایران این مبلغ میشه 62050 میلیارد تومان در سال، که این میشه آمار دزدی رژیم فقط با افزایش قیمت نان.